بگذارید کودک آسیب پذیر زبان بگشاید. گهگاه تمرین پیشین پیشواز از کودک آسیب پذیر درون را تکرار کنید. هر بار بر احساسی متفاوت متمرکز شوید. بهتر است به احساساتی توجه کنید که همکنون در زندگیتان جریان دارند. مثلا اگر اوضاع و شرایط زندگیتان سبب شده که احساس وانهاده شدن کنید، با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر کودک درونتان را در این موقعیت بکشید. آنگاه مانند تمرین‌های پیشین با هر دو دست مسلط و نامسلط گفتگوی خود را بنویسید. بعضی از احساسات که ممکن است موجب آزار کودک درونتان شده باشد عبارتند از ترس، غم و اندوه، ناامیدی، وانهادگی و احساس تنهایی، آزار عاطفی یا جسمی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، بیماری و خستگی. وقتی می‌خواهیم با کودک آسیب پذیر درونی که مورد غفلت قرار گرفته یا احساس وانهادگی می کند شروع به گفتگو کنیم، ممکن است خشمگین شود. چه کسی وقتی ببیند تنها مانده و توجهی به او نشده و سالها از پی هم گذشتند و هیچ کس به حرفهایش گوش نداده خشمگین نمی شود؟ همه این تجربه ها ممکن است به هنگام نوشتن گفتگوی کودک درون پیش آید. شاید کودک درون جسورانه و حتی گستاخانه سخن بگوید و خشمی را که در وجودش جمع شده یک جا بروز دهد. کسی از چند و چند و زمان اتفاق افتادن آن چیزی نمی داند. فقط آگاه باشید که امکان رخ دادن آن وجود دارد. بیماری و کودک درون. یکی از بدیهی ترین راه‌های ابراز وجود کودک درون بیماری است. وقتی بیمار هستید یا درد جسمی دارید، کودک آسیب پذیر درونتان در حال گفتگو با شماست و نیازمند به ملاتفت و ملایمت و محبت و تفاهم، یعنی زمان آن فرا رسیده که از خود پرستاری کنی. مراقبت از خیشتن با گوش سپردن به احساسات و نیازهای طفل خردسال درون آغاز می شود. پذیرا بودن او به هنگام ناخوشی بهترین شکل حرمت به کودک درون است. به جای اینکه به او بگویید که سر کار برود یا از اینکه بیمار و ضعیف شده او را سرزنش کنید، می توانید به نیازهایش توجه کنید. حتی می توانید برای انجام کارهایتان از دیگران کمک بگیرید تا خودتان بتوانید بر مراقبت از کودک درون متمرکز شوید. با این کار والد مهرآمیز درونتان را تقویت می کنید و به کودک درونتان اطمینان می دهید که وانهاده نخواهد شد، که او را تنها نخواهید گذاشت و هنگامی که حالش خوش نیست مجبور نیست تظاهر کند که حال خوشی دارد. والد مهرآمیز درون یکی از بخش‌های مهم وجود انسان است و در یکی از فصل‌های بعدی با تفسیر بیشتری به آن خواهیم پرداخت. یکی از بهترین راه‌های پی بردن به احساسات کودک آسیب پذیر درون گفتگو با جسم خیش است، یعنی گپ زدنی صمیمانه با آن عضو بدن که آزار دیده یا درد دارد. در تمرین بعد تصویر جسمتان را می کشید
و با اندام هایی که در فشارند یا درد دارند گفتگو می کنید. کودک آسیب پذیر درونتان می کوشد از این طریق با شما گفتگو کند. تمرین مدام و مستمر و منظم گفتگو با تن بهترین شیوه برای پیشگیری از مشکلات است. به خاطر داشته باشید که اندکی پیشگیری می تواند انسان را از سالها مداوا نجات دهد. گفتگو با جسم خیشتن، لوازم مورد نیاز، کاغذ و قلم و ماژیک های رنگی. 1. آرام بنشینید و با جسمتان همنوا شوید. ببینید آیا هیچ یک از اندام ها یا عضو های جسمتان دردناک یا منقبض یا در فشار است؟ اگر بیش از یک عضو از جسمتان تنش و ناراحتی دارد، ذهناً به یکایک آنها توجه کنید. آنگاه یکی از اندام های ناراحت را انتخاب و واقعاً حسهایش را احساس و تجربه کنید. 2. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر عضو ناراحت را بکشید. از رنگ هایی استفاده کنید که حسهای آن عضو را نشان می دهد. 3. اکنون به صورت مصاحبه با آن عضو جسمتان گفتگو کنید. با دستی که بر آن تسلط دارید سوال کنید، پاسخ عضو ناراحت را هم با دستی که تسلط ندارید بنویسید. از دو رنگ متفاوت برای نوشتن این گفتگو استفاده کنید. پاسخ عضو ناراحت را با همان رنگی بنویسید که با آن تصویر آن عضو را کشیده اید. در مصاحبه هایتان از عضو بدنتان بخواهید که نامش را بگوید، مثلا ریه، ساق چپ، دست و غیره. آنگاه از عضو مورد سوال بپرسید که چه احساسی دارد و به چه دلیل آن احساس را دارد. سرانجام از آن عضو بپرسید که برای اینکه احساس بهتری داشته باشد چه می توانید بکنید. حرکت با احساسات، لوازم مورد نیاز، نوار موسیقی مناسب و دستگاه صوتی. 1. نوار موسیقی که گویای احساسات کودک آسیب پذیر درونتان باشد، غم و اندوه، احساس تنهایی، ترس یا احساسی دیگر پیدا کنید. 2. بگذارید موسیقی نواخته شود و جسمتان با حرکات و حالاتش احساسهای ویژه‌اش را نشان دهد. بگذارید کودک درونتان به طور خودانگیخته احساسات را نمایان سازد. نگران این نباشید که چطور به نظر می رسید. به جز خودتان تماشاگر دیگری وجود ندارد. شیوه درست و نادرست نیز وجود ندارد. اجازه بدهید کودک درونتان حرکت کند و برقصد. شاید دریابید که کودک درونتان یک تکیه‌گاه می خواهد. مثلا یک عروسک یا خرس کوچک اسباب بازی یا یک پتوی نرم، یا شاید بخواهد در گوشه خلوت یا مکانی امن باشد. نیازهای کودک آسیب پذیر درون. یکی از نیازهای عمده کودک آسیب پذیر درون مسائل مربوط به بقاست. اگر بر این باور باشیم که به اندازه کافی کارآمد نیستیم و نمی توانیم معاش خود را تأمین کنیم،
کودک درونمان در استراب مدام به سر خواهد برد. طفل کوچکی را در نظر بگیرید که والدینش نتوانند به طرزی سزاوار تغذیه‌اش کنند یا پوشاک و مسکن او را تأمین کنند. کودک با این ترس مدام بزرگ خواهد شد که شاید چیزی به اندازه کافی در بساط نباشد. در واقع بسیاری از قصه های پریان بر مبنای همین موضوع ساخته شده اند، مانند قصه هانسل و گرتل و بسیاری دیگر از افسانه ها که حاکی از زندگی کودکانی است که پدر و مادری فقیر داشتند که نمی توانستند از آنها مراقبت کنند. ما نیز اگر در درونمان والد مهرآمیزی نیرومند و والد حمایتگری کاردان که بتواند به طرزی مؤثر از پس جهان بیرون برایت نداشته باشیم، کودک درونمان مدام در حال ترس به سر خواهد برد. بقا نیاز اساسی است، مسئله کانونی که همه ما باید با آن کنار بیاییم و اگر از عهده این زمینه زندگیمان بر نیاییم، پایه و اساس زندگیمان بسیار متزلزل خواهد بود. کودک آسیب پذیر درون به هنگام گفتگوهای نوشتاری بارها ترسی را که از تأمین مالی خود دارد نشان می دهد. این ترس در اغنیا و فقرا یکسان است، زیرا ربطی به امور مالی انسان ندارد. این ترس از جانب بچه در بدر درون است که بسا شخص از نظر مالی مشکلی نداشته باشد و همچنان در این فکر باشد که وعده غذای بعدیش را چگونه تأمین کند یا بهراسد که شب زیر سقفی خواهد خوابید یا نه. گاه ترس زایده تجربه واقعی در دوران کودکی است، اگرچه موقعیت کنونی شخص کاملا متفاوت باشد. ممکن است خاطره های محرومیت همچنان در گوشه و کنار ذهن به جا مانده باشند. این امر چه بسا به اعتیاد به کار بیانجامد، زیرا بخش والد وجود می کوشد به هر بهایی که شده از فقر بگریزد و با این عمل باز هم کودک درون تنها به جا می ماند. در زندگی شخصی معتاد به کار جایی برای کودک درون باقی نمی ماند، چه برسد به فضایی برای کودک آسیب پذیر درون. استراب ریشه‌دار برای بقا می تواند به دلیل والدینی باشد که دوران کودکی رکود اقتصادی عظیمی را طی کردند و هیچگاه ذهناً بر آن غلبه نکردند. فرقی نمی کند که بازماندگان رکود اقتصادی بعداً تا چه اندازه‌ای ثروتمند شدند، زیرا تصور از دست دادن ناگهانی همه چیز به صورت حراسی خاموش همچنان در بعضی از آنها به قوت خود باقی می ماند و بدبختانه این حراس خاموش را به فرزندان و نسل‌های بعدی خود نیز منتقل می کنند. هوشیاری لوازم مورد نیاز قلم و کاغذ. با دستی که بر آن تسلط دارید، هر بینش و بصیرتی را که در باره کودک آسیب پذیر درونتان کسب کرده اید بنویسید. اگر تمرین ها را انجام داده اید، به طور خلاصه بنویسید که چه پیش آمده است. به صورت نظارگر باقی بمانید و فقط آنچه را که پیش آمد و شاهدش بودید و شنیدید بدون داوری بنویسید. وقتی می آموزید که فقط تماشا کنید و با ذهنی بازی گوش بپرسید، می توانید آگاهی ژرف‌تری از خودتان به دست بیاورید. 4.
پذیرش کودک خشمگین درون. این روزها تمرکز بر کودک محبوب و کودک گرانقدر یا کودک جادویی و کودک سحرآمیز یا کودک الهی باب روز شده است. قطعاً از کشف و تجربه همه این جنبه ها پشتیبانی می کنم و در یکی از فصل‌های بعدی آنها را ملاقات نیز خواهیم کرد. اما شخصاً کودک درون را به صورت انسانی کاملاً واقعی و صاحب سیمای روشن و تاریک و وجوه مطلوب و نامطلوب می بینم. در جلسات درمان و مشاوره یا کارگاه‌هایم آنچه برایم اهمیت دارد تمامیت وجود کودک درون است، نه فقط جنبه‌های قشنگ و شیرین و تمیز و پرجاذبه‌اش. به این دلیل در اینجا به کشف آن جنبه‌هایی خواهم پرداخت که محبوبیت کمتری دارند، شاید وجهی که کمتر از سایر وجوه مورد تفاهم و بیش از همه مورد وحشت قرار گرفته کودک خشمگین است. خشم واکنشی طبیعی در برابر رفتار نادرست است. خشم میتواند ابزار حائز اهمیتی برای بقا باشد. وقتی کودکی مورد بدرفتاری و انتقاد و تنبیه قرار گرفته یا دچار احساس شرم و گناه شده یا از وجهه افتاده، کاملا طبیعی است که اندکی احساس خشم کند. اما اگر خشم از منعیات شمرده شود، آنگاه اهانت به آزار افزوده می شود. وقتی بچه بودیم چه بسیار بودند چیزهایی که برای من پیش می آمدند و ما را عصبانی می کردند، و اگر به ما اجازه داده نمی شد که خشم خود را به شیوه های امن بروز دهیم، اگر خشم قدغن بود یا خطرناک به حساب می آمد، آنگاه چه بسا کودک خشمگین درونمان مخفی می شد. گاه اشخاصی که مشکل می توانند خشم خود را احساس یا عیان کنند، ترسشان این است که شاید چون آتشفشان منفجر شوند. وقتی خشم سالیان سال مدفون و مخفی بماند، همچون مواد زیرزمینی هر لحظه ممکن است بجوشد و فوران کند. این افراد از خشونت می هراسند، زیرا اغلب خودشان در خانواده‌ای خشونت آمیز بزرگ شده اند، با والدینی که ظاهراً بدون هیچ دلیل موجه مثل بمب منفجر می شدند. در نتیجه خشم برایشان با آشفتگی و اختشاش هم معنا شده است. خشم مطمئن شده اغلب در جسم انسان مخفی می شود، به صورت سردرد، فشار خون، ناراحتی های قلبی، سرطان یا سایر نارسایی هایی که با خشم سرکوب شده همراه است. خشم ابراز نشده یکی از الگوهای اتکا نیز هست. در این الگو رفتار آزارنده دیگری یا نادیده گرفته شده یا موجه نشان داده می شود یا یکسر نفی می گردد. بیرون ریختن خشم به صورت خطوط خرچنگ قورباغه یک کودک به انسان کمک می کند تا این احساسات دشوار را بپذیرد و رها کند. کشیدن تصویر خشم خیشتن. لوازم مورد نیاز: چند صفحه کاغذ بزرگ، می تواند صفحه کاهی باشد، و چند مداد شمعی یا ماژیک رنگی. دفعه آخری را که عصبانی شدید به خاطر آورید، آن وضعیت و احساس درونی خودتان را بیاد آورید. اکنون از کودک درونتان بخواهید که با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر خشمتان را
به صورت خطوط خرچنگ قورباغه بکشد. رنگهایی را که انتخاب می کنید نمایانگر خشمتان باشد. گفتگو با کودک خشمگین درون. بسیاری از افراد مشکل می توانند نیازهای کودک درونشان را برآورند. اگر والدین خودمان سرمشق و نمونه خوبی برایمان نبودند، الگویی برای پدری و مادری کردن به شیوه سالم در دست نداریم. از این رو نمی‌دانیم چگونه از کودک درونمان مراقبت کنیم. کودک درون احساس وانهادگی و خشم می‌کند، زیرا بدون هیچ راهنمایی یا عشق یا مراقبتی ناگزیر به دفاع از خود بوده است، چون می‌خواهد مورد توجه و مراقبت قرار بگیرد. اما وقتی والد درون را می‌جوید، هیچ کس را آنجا نمی‌یابد. به هر حال هنوز جای امیدواری است. از طریق گفتگوی نوشتاری می‌توانیم راه‌های ارتباطی را بگشاییم و میان والد و کودک درونمان رابطه‌ای سالم ایجاد کنیم. وقتی کودک درون احساس امنیت بیشتری کند، دست به خطر می‌زند و ابراز خشم‌های دیرینه‌اش را آغاز می‌کند. حتی شاید کودک درون شروع کند به درخواست کردن و متوقع به نظر برسد. این امر هر اندازه نیست که ناراحت کننده به نمایت گواه پیشرفت است. نشانه این که کودک درون دیگر نمی ترسد و حرف دلش را به زبان می آورد. اکنون زمانش فرا رسیده که چندی ساکت بمانید تا به دقت به احساسات و نیازهای کودک درونتان گوش سپارید. نام تمرین بعدی عصبانی و عالی است، چون به کودک درون جسارت ابراز وجود می دهد. عصبانی و عالی، لوازم مورد نیاز، قلم و مداد رنگی و ماژیک های رنگی. 1. با کودک خشمگین درونتان گفتگو کنید. با دستی که بر آن تسلط دارید از کودک درونتان بپرسید که از چه چیزی عصبانی است، چه چیز او را عصبانی می کند. آنگاه بگذارید کودک خشمگین درونتان از طریق دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ گوید. بگذارید به شما بگوید که دوست دارد وقتی خشمگین می شود چه کار کند. میل دارد بخش بالغ وجودتان به هنگام خشم او چه کند و به او اجازه بدهد که چه احساسی داشته باشد. 2. دفعه آینده که خشمگین می شوید بنشینید و با کودک خشمگین درونتان گفتگو کنید. بخش بالغ وجودتان با دستی که بر آن تسلط دارید می نویسد و کودک خشمگین درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ می دهد. عصبانی هستم. از این حالت متنفرم. فکر می کردم می توانم یک بار همه این حرف ها را بزنم و خلاص شوم. دوست ندارم که مدام حرف بزنم. آنچه مهم است توجه به این نکته است که کودک درون کودک دوران کودکی شخص نیست. هرچه بیشتر با کودک درونمان گفتگو کنیم صدایش نیرومندتر می شود. اگر مورد غفلت یا انتقاد شدید قرار گرفته شود، به ویژه وقتی که خودمان خیشتن را به باد انتقاد می‌گیریم، جسورانه اعتراض می‌کند، زیرا کودک درون از ما حمایت و مراقبت می‌خواهد.
این امر هر اندازه نیست که ناراحت کننده به نماید معمولا نشانه پیشرفت است. هرگاه کودک درونتان از شما کنارگیری کرد صبور باشید، به او مجال بدهید و برایش وقت بگذارید. شاید والد درونتان نیاز به بلوغ و پختگی دارد، نیاز به این که گرایش خود را نسبت به کودک درونتان تغییر دهید. گاه برای بالغان بزرگسال اقرار به این که اشتباه کرده اند دشوار است. چندی بعد به گفتگو بپردازید و ببینید که چه پیش می آید. شاید به شگفت آیید. در یکی از فصل‌های بعدی خواهید آموخت چگونه والد مهرآمیز و حمایتگر درونتان را با شدتی هرچه تمامتر پرورش بدهید. بعضی از گفتگوهای نوشتاری درباره صدمه‌های روانی کودک درونی که اجازه نیافته خشم خود را به شیوه‌های سالم ابراز کند، بینش‌های ژرفی ایجاد می‌کند. در این حالت خشم با پلیدی هم معنا شده و در نتیجه باید به هر بهایی شده پنهان شود. وانگهی کودک درونی که احساس خشم می کند به این نتیجه گیری می رسد که چون احساس خشم می کند بچه بدی است. این امر کودک درون مورد سوء استفاده قرار گرفته را در قیدی مضاعف قرار می دهد. احساس خشم در برابر والدینی که از ما سوء استفاده می کنند کاملا به جا و طبیعی است. اگر به دلیل احساس خشم خود مجازات شویم، این خشم به صورت عمیق‌تر در لایه‌های ژرف‌تر وجودمان پنهان می‌شود. خشم عاطفه‌ای فعال است و تجلیش کاملاً بیرونی است. وقتی شخصی خشمگین است، سر و صدا راه می‌اندازد، بلند صحبت می‌کند، حرکاتش تند و گاهی خشونت آمیز است. یکی از بهترین راه‌های ابراز خشم بدون اینکه به کسی آزار برسد، گلبازی با استفاده از خمیر مجسم سازی است. خمیر سفالی ماده نرم و عالی برای حرکات فعالانه است. می توانید به آن مشت بزنید، پرتابش کنید، بکوبید، له و لوردهش کنید، بچرخانید، فشارش دهید، ریز ریزش کنید بدون اینکه به آن یا خودتان صدمه بزنید. راست است که میگویند یکی از سودمندترین کاربردهای بالش استفاده از آن به هنگام خشم است. اگرچه در جلسات درمانی هم کاربرد خمیر سفالسازی را رضایت بخشتر خواهد یافته‌ام، مخصوصاً که پس از خالی کردن خشمتان می توانید بیدرنگ شکل آن را تغییر دهید و دوباره استفاده کنید، همین که خشم بیرون ریخت و رها شد، خمیر سفالسازی می تواند احساس تازه تان را نیز نشان دهد. وانگهی سفال مادهی طبیعی است و بیانگر هر احساسی که در آن لحظه دارید. تجلی خشم، وسایل مورد نیاز، خمیر نرم و مرطوب سرامیک سازی. 1. بگذارید کودک خشمگین درونتان خودش را از طریق بازی با این خمیر عیان و بیان کند، یعنی آن را بکوبد و به آن ضربه بزند، آن را صاف کند و دیگر بار این بازی را از سر گیرد. عمدن نخواهید که مجسمه سازی کنید یا محصولی شکل یافته تولید کنید. فقط بگذارید که بچه خشمگین درونتان نمایان شود و گلبازی کند. دفعه بعد که واقعا از دست چیزی عصبانی می شوید،
این فرصت و فضا را ایجاد کنید تا از طریق بازی با گل سرامیک سازی خشم خود را بیان و عیان کنید. 3. اگر گل سفال سازی یا سرامیک مخصوص ندارید، می توانید از بالش استفاده کنید و به بالش مشت بزنید. یکی از راه‌های پی بردن به احساسات دیگران توجه به حالات و خطوط چهره آنهاست. تحقیقات نشان دادند که ابراز مدام بعضی از عواطف بر عضلات صورت تأثیر می‌گذارند. یعنی وقتی بعضی از احساسات به صورت مزمن در می‌آیند، شعارهایی در سیمای شخص ایجاد می‌کنند و بخشی از وجود و چهره و منش او می‌شوند. مثلا بعضی با خطوط میان دو ابرو نمایانگر چهره‌ای نگران یا اخمو و عصبانی‌اند. این خطوط عمیق به مرور زمان حک می‌شوند، همچون شعارهای عمیق بستر رودخانه که در طول هزاران سال در دل خاک نقش می‌شوند و به جای حفظ خشم در چهره‌تان به سیمای شعارها، همان بهتر که احساساتتان را در هنر و از طریق هنر بیان و عیان کنید که مفرح و لذت بخش نیز هست. تهیه نقاب خشم، لوازم مورد نیاز: پاکت کاهی قهوه‌ای میوه تا روی سر بلغزد، مداد رنگی و ماجیک های رنگی و قیچی. 1. با ایجاد 3 سوراخ برای چشم ها و دهان، از پاکت قهوه‌ای یک نقاب بسازید. بگذارید کودک خشمگین درونتان تصویر خودش را روی این نقاب بکشد. رنگ‌ها و حالاتی را انتخاب کنید که نمایانگر چهره‌ای خشمگین باشد. دندان‌های قفل شده، زبان بیرون آمده، اخم یا سایر حالات چهره. 3. نقاب خود را به چهره بزنید و صورتتان را در آینه تماشا کنید. صداهای خشمگین از خود درآورید و تفریح کنید. قرشی رعداسا همچون شیری درنده. 3. نقاب خشم خود را در جایی قرار دهید که نشانه حرمتتان به کودک خشمگین درونتان باشد. یکی از راه‌های فرو نشاندن جوشش خشم فعالیت جسمانی است. پریدن، طناب بازی، دویدن، با راکت به توپ زدن یا رقص و حرکات موزون خودانگیخته و فی‌البداهه، همه اینها راههایی برای بیرون ریختن خشم است. در واقع برای ابراز آن به جای سرکوب کردن و خفه کردنش. بیرون ریختن خشم، لوازم مورد نیاز: چند نوار موسیقی که بیانگر نیروی خشم باشد، مانند نواختن ضربه های طبل یا سایر آلات موسیقی که آهنگی تند و خشن داشته باشند. 1. موسیقی را پخش کنید و بگذارید جسمتان هم نوا با آهنگ هرچه احساس خشم را بیرون بریزد. بگذارید خودانگیخته باشید و هم نوا با آهنگ از کلیشه و حلقات معمول و متداول بپرهیزید. اینجا کلاس رقص نیست. هدف این است که کودک خشمگین درونتان از این طریق رها شود. کودک خودخواه درون. درون همه ما یک بچه لوس خودخواه است که می‌خواهد هر چرا که می‌خواهد همان موقع که می‌خواهد به دست آورد. این جنبه خودمدار کودک درون است که می‌پندارد جهان بر محور هوا و هوس‌های او می‌چرخد. البته بیشتر ما به تملک کودک خودخواه درون خیش اقرار نمی‌کنیم، زیرا وجود چنین رفتاری خواه در بالغان و خواه در کودکان از دیدگاه جامعه ما نامقبول است. گویی تنها کسانی که می توانند چنین رفتاری از خود نشان دهد، اغنیا و مشاهیر و صاحبان قدرتند.
مثلا بسیاری از بازیگران به بدخلقی و خودخواهی شهرت دارند. شاید به این دلیل که در جایگاه هنرمندانی خلاق با کودک درون خود تماس نزدیک دارند. باید نیز چنین باشند. شیطنت و بازیگوشی، حساسیت عاطفی و تخیلی پرورش یافته جملگی از صفات بارز کودک درون و از خصایصی است که موجب نبوغ خلاق و جاذبه بازیگران می شود. این بخش مثبت کودک خودخواه درون است. بخش منفی آن زمانی است که اجازه داده شود این کودک حکمران سراسر زندگانی انسان شود. زیرا گوش سپردن به نیازهای کودک درون یک چیز است و سرسپردن به آن یک چیز دیگر. هدف از شناخت کودک خودخواه درونمان این است که احساساتی را که از بیان آنها واهمه داریم بشناسیم. اما اگر قرار باشد که خود را با کودک خودخواه درونمان همسان بپنداریم، جنبه مفرح و سرگرم کنندهش را از دست می دهد و به یکی از مشکلات زندگی تبدیل می شود. همان گونه که پیش از این گفتم، بیشتر مردم وجود کودک خودخواه درونشان را نفی می کنند. در نتیجه اجازه می دهند که دیگران آن را نمایان سازند. شاید توجه به این نکته جالب توجه باشد که چرا گاه فرزندان شهروندانی صاحب جاه و مقام با یا افرادی که ستون جامعه به حساب می آیند، مثلا اعضای محترم کلیسا، ناگهان مجرم از آب در می آیند. معمولا نخستین سوالی که به ذهن همسایگان و آشنایان این اشخاص می رسد این است که چگونه ممکن است بچه چنین والدینی نازنین و ارجمند تا این اندازه خراب از آب درآید؟ سوال بسیار به جا و سودمندی است. بیاد می آورم یک بار دیوان عالی کشور برای والدین کودکان مجرم کلاس شیوه مؤثر پدر و مادری کردن را گذاشت. بیشتر والدینی که در این کلاس شرکت کرده بودند خود را با والد نکوهشگر درون خیش همسان می انگاشتند. البته بعضی ها همسر کلاس خوابشان می برد یا به طور منظم در جلسات درس شرکت نمی کردند. کسانی که خود را با والد نکوهشگر درونشان همسان می پنداشتند افرادی بسیار خیشتندار بودند که هیچگاه عواطف خود را خواه مثبت و خواه منفی بروز نمی دادند. درباره فرزندانشان انتظاراتی بسیار بالا و غیر واقع بینانه داشتند. وانگهی هرگز فرزندانشان را برای کاری که خوب به انجام رسانیده بودند مورد تحسین و تشویق قرار نمی دادند. برای این والدین هیچگاه هیچ چیز به اندازه کافی خوب نبود. کمالگرا بودند و تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند اعتراف کنند که در اعماق وجودشان موجودی خودخواه کمین کرده است. حتی بسیاری از آنها می گفتند پس از این همه احسار که در حق این بچه کردیم چطور توانست به این شیوه رفتار کند؟ آنها بر این باور بودند که خود را فدای بچه هایشان کرده اند. حتما از نظر مادی نیز بسیار زیاد به اعضای خانواده و بچه هایشان بخشیده بودند. اگرچه از نظر عاطفی بچهشان داشت از گرسنگی هلاک می شد و به همین دلیل سرانجام بخش خودخواه نفی شده درون والدین خود را نمایان می ساخت. زیرا تنها از این راه می توانست توجه مورد نیازش را به دست آورد. شفای کودک خودخواه درون. اگرچه کودک خودخواه
یکی از جنبه های کودک درون ما است که بیش از همه مورد نفی و انکار قرارش داده ایم، تصدیق این شخصیت فرعی می تواند راه خوشای انرژی و نیروی فراوانی در انسان باشد. سرکوب کردن کودک خودخواه درون مستلزم تلاش عاطفی یا جسمانی بسیار است. پس همان بهتر که واقعیت وجودش را پذیرا باشیم. مواقعی هست که همه ما می خواهیم به هر قیمتی که شده امور به شکل دلخواهمان پیش بروند. این بدان معنا نیست که لزوماً به این شکل رفتار می کنیم. حتی اگر احساس آن را نیز سرکوب کنیم، خدمتی در حق خود نکرده ایم. همه کسانی که در ساعات پر از ازدحام ترافیک سرگرم رانندگی در بزرگراه‌ها بودند، منظورم را در می‌یابند. اگر به افرادی توجه کرده باشید که پس از 8 ساعت کار روزانه خسته و گرسنه به خانه می آیند، می بینید چه آسان می توانند مانند بچه های 2 ساله رفتار کنند. عجولانه شتاب می برزند تا امور به دلخواه خودشان پیش برود که بااستاب کودک خودخواه درون است. ابداً قصدم این نیست که مردم بگذارند کودک خودخواه درونشان مالک زندگیشان باشد، زیرا این امر به آشفتگی و اغتشاش می انجامد. هرچند که دریافتم اگر به جوشش‌های خودخواهانه خیش آگاهی نداشته باشیم یا اگر بخواهیم آنها را لاپوشانی یا یکسر سرکوب کنیم، به این خطر می جهیم که خود را بیمار کنیم. به هنگام مشاوره خصوصی یا گروه درمانی بیماران دچار امراض مهلک یا مزمن دیدم، به محض تصدیق و پذیرش کودک خودخواه درون تحولی چشمگیر در آنها رخ داده است. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که سرطان زایده خشمی است که به جای بیرون به درون معطوف شده است. در تجربه بیماری خودم مشاهده کردم که رها و نمایان ساختن کودک خودخواه درون به طریقی امن و سازنده می تواند ارزش درمانی بسیار داشته باشد و به هنگام دست و پنجه نرم کردن با بیماری مرگبارم که روان درمانی را شروع کردم، درمانگرم به من اجازه داد که کودک خودخواه درونم را نمایان سازم. تشویقم کرد که با مشت زدن به تصویر پزشکانی که با تشخیص نادرست و داوری مفرط مرا به آن حال انداخته بودند، جار و جنجال راه بیندازم. درمانگرم با در اختیار گذاشتن فضای امن تا بتوانم دقدلی کودک خودخواه درونم را خالی کنم و پذیرای او باشم، به من کمک کرد تا از نظر روانی و جسمانی اقتدارم را باز یابم و این فرایند بخش مهمی از شفای بدون داروی من بود. یکی از شاگردانم جوهر کودک خودخواه درون را همچون اساره بیرون کشیده است و در گفتگویی که با دستی بر آن تسلط نداشته نوشته است: کودک خشمگین سخن میگوید. کودک خشمگین درون سخن میگوید. بگذار نفرت انگیز باشم. بگذار آواز بخوانم و نبگویم. بگذار غیر مسئول باشم و جیغ بکشم. بگذار داد و فریاد راه بیندازم، پا بکوبم و از این کار خوشحال باشم. بگذار در آغوشت بنشینم. آرامم کن تا بخوابم. با من خوب باش. نرم و شیرین و حمایتگر. مواظب پول و ماشین و سایر چیزهایت باش و مرا به زور این طرف و آن طرف نبر.
همیشه مرا ببخش و به یادم بیاور که نفس بکشم. به من فرصتی بده تا فریاد بزنم و آواز بخوانم، تا بپرم بدوم و برقصم، تا هر وقت که خواستم برقصم و هر وقت که خواستم استراحت کنم. کمکم کن تا به تعادل برسم و خودم باشم. متشکرم. هوشیاری. با دستی که بر آن تسلط دارید، هر گونه واکنش نسبت به مطلب کودک خشمگین درون را که خوانده اید بنویسید. آیا هیچ یک از تمرین ها را انجام داده اید؟ در این صورت به ترتیبی که آن را به انجام رساندید نگاه کنید تا تجربه تان را به خاطر آورید. اکنون مشاهدات و بینش هایتان را از دیدگاه یک نظارگر بدون داوری بنویسید. از نسخه نوشتن و راه حل دادن یا انتقاد بپرهیزید. فقط گزارشوار آنچه را که رخ داده بیان کنید. بخش دو، کشف والد درون. با فراخواندن بخشی از وجودمان که والد درون خوانده می شود، از کودک درونمان مراقبت و حمایت می کنیم. والد درونمان شیوه انجام این گونه پرستاری را از والدین یا پرستاران دوره کودکی خیش می آموزد. اگر آنها الگوهای نیکو و مناسبی برای پدری و مادری کردن سالم می بودند، ما نیز در درونمان والدی نیرومند و مهرامیز را پرورش می دهیم. اما اگر در دوران کودکی توجه پدرانه و مادرانه مناسب و مکفی را دریافت نکرده باشیم، نمی دانیم رابطه سالم والد و کودک به چه معناست. به این دلیل اشخاصی که در خانواده های ناهنجار بزرگ شده اند، مشکل می توانند پاسخگوی نیازهای کودک درونشان باشند. کودک درون چنین بزرگ سالانی اغلب بسیار غمگین یا خشمگین است. وقتی کودک درونمان ناگزیر باشد که مدام از خودش دفاع کند، از اینکه در درونش والدین خردمند و مهرامیزی ندارد که او را کمک و هدایت کنند، احساس انزجار خواهد کرد. زیرا وقتی حمایت و پشتیبانی می جوید، در خانه کسی نیست. عاقبت کودک درون وحشت زده و غمگین یا خشمگین با احساس تنهایی و تهی بودن به گوشه‌ای می‌خزد. تناقض در این است که بزرگسالانی که کودک درونشان وانهاده مانده است، از توانایی‌های چشمگیری برای مراقبت و حمایت برخوردارند، اما بدبختانه توانایی‌ها را به بیرون به سوی دیگران معطوف کرده‌اند. در نتیجه هر کس را که سر راهشان قرار گیرد، از اعضای خانواده گرفته تا دوستان و همسایگان و کارمندان و همکاران و مشتریان و مراجعان مورد مراقبت و حمایت قرار می‌دهند، مگر خودشان را. همه افراد در درجه اول اهمیت قرار می گیرند و تنها کسی که همیشه آخر از همه می آید کودک درون خودشان است. در دوران کودکی
بسیاری از این بزرگسالان مجبور بودند که والدینی کوچک باشند و برای خواهرها و برادرهای کوچکتر یا حتی برای والدین واقعی خودشان که الکلی یا معتاد یا بیمار یا غایب بودند پدری و مادری کنند. البته برای حفظ بقا ناگزیر به این کار بودند. اما بدبختانه در بزرگسالی نیز، یعنی هنگامی که انجام آن دیگر برای حفظ بقا ضرورت ندارد، به نجات دیگران ادامه می دهند. پاداش های ناجی دیگران بودن بسیار است. از جمله تمنای تأیید دیگران، شغل، پول و غیره. البته داشتن ناجیانی در دسترس بسیار سودمند است، زیرا آنها اغلب سخت گوشانی هستند که می توان به آنها تکیه کرد. مسلماً قابل اتکا بودن ایرادی ندارد، اما اگر این قابلیت اتکا فقط به مصلحت دیگران و به بهای آسیب رساندن به کودک درون خود شخص باشد، قطعاً عواقب وخیمی خواهد داشت. ضرب المثلی قدیمی می گوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. مراقبت از دیگران وقتی که کودک درون خود شخص در خانه محبوس شده و از گرسنگی دارد هلاک می شود چه سودی دارد؟ پس وظیفه ما یافتن والد مهرآمیز و حمایتگر درون خیشتن است. وقتی به کودک درونتان اطمینان خاطر می دهید، از طریق نوشتن با او گفتگو می کنید و به او می گویید تا چند اندازه دوستش دارید و مشتاقید که از او مراقبت و حمایت کنید، به این معناست که والد مهرآمیز درونتان حی و حاضر است، زیرا همه او هموست که با تفاهم و شفقت کودک درونتان را تسکین می دهد و آرام جان می بخشد و شادمانی های سالم را برای او مهیا می سازد. هنگامی که با شیوهی با جهان بیرون کنار می آیید که نیازهای کودک درونتان را برمی آورد، والد حمایتگر درونتان سرگرم کار است. ایجاد حد و مرز، حفظ حدود، احقاق حقوق کودک درون، جملگی راه‌هایی است که والد حمایتگر درونتان از آن طریق به کودک درونتان خدمت می کند. متاسفانه همه ما والد دیگری نیز داریم که نکوهشگر و ایرادگیر و مدام در حال انتقاد کردن است، زیرا کمالگرا است و همچون کارفرمای سختگیری که بی‌رحمانه ما را به پیش می‌راند، شرمسار و تحقیرمان می‌کند. انگار کینه اعتماد به نفس ما را به دل دارد، چون می خواهد آن را نابود کند. هر کاری که می کنیم از نظر او چندان تعریفی ندارد. تخصص والد نکوهشگر یافتن نقطه ضعف و ایراد گرفتن است. لازم است در خاطر نگاه داریم که هر کس مسئول آسایش کودک درون خیشتن است. وقتی والد درون شخص دنبال نجات کودک درون دیگری و دیگران است، در واقع اتکای متقابل می آفریند، یعنی می خواهد یک نفر به او تکیه کند تا از راه تکیگاه دیگری شدن تأیید به دست آورد، در حالی که انسان سالم تأیید مورد نیازش را از درون خودش کسب می کند و نیازی به تأیید دیگری و دیگران ندارد.
وانگهی دیر یا زود باید بیاموزیم خودمان والدین خیش شویم. 5. یافتن والد مهرآمیز درون. همان گونه که کودک در طول تاریخ نماد توانایی بالقوه و رشد و بازسازی بوده است، والد مهرآمیز نیز کهن الگوی جهانی است. در واقع قدیمی ترین آثار هنری پیشینیان ما تندیس های زنانی بوده است که نماد سیاه زمین مادر راستین انسان بودند. این الهه های حاصل خیزی ساخته از خاک گاه صاحب پستان های بیشمار بودند که مفهومش چشمه پایان ناپذیر حیات بود. کهن الگوی والد مهرآمیز همه فرهنگ ها معمولا تصویر یک زن است. مثلا میان خدایان هندو لاکشمی، الهه ثروت، بخشنده توانگری و فراوانی است. در چین نام او کوانین اعطا کننده شفقت است. در سنت سرخپوستان آمریکا به صورت بوفالوی ماده سفید ظاهر می شود. محبوب ترین سیمای والد مهرآمیز در فرهنگ اروپایی مادر مقدس یا حضرت مریم است. نزدیک به 2000 سال تصویر مادر مسیح به هر شیوه و با هر ابزار قابل تصوری به تصویر کشیده شده است. نقش عیسای کودک در آغوش مادر تقریبا در همه موزه های بزرگ وجود دارد. تصویر مادونا را در گوشه محراب نمازخانه دور افتاده ترین دهکده ها نیز می توان یافت. زیرا همان گونه که کارول گوستاو یونگ و همچنین سایر اسطوره شناسان گرانقدر اشاره کرده اند، کهن الگوی بزرگ مادر با استاب سیمای جهانی روان آدمی است. با حرمت به الهه عظیم به طبیعت ارج می نهیم. حرمت به الهه زمین همانا از آن به نیازمان به تعام و همچنین پشتیبانی عاطفی است، زیرا کودکیم و فرزندان او. بچه های زمین نماد والد مهرآمیز خصایلی همچون همدلی و تفاهم و شفقت و توجه را نیز در بر می گیرد و همه ما این خصایل را در درونمان داریم. در نتیجه می توانیم آنها را بیابیم و برای پدری و مادری کردن مجدد در حق کودک درونمان آنها را مورد استفاده قرار دهیم. همان گونه که خواهیم دید، والد مهرآمیز با قدرت یا زمیر برتر ما رابطه نزدیک دارد، زیرا موجب می شود که روحیه عشق الهی در زندگی روزانه ما متجلی شود، چرا که از طریق توجه پیوسته و مراقبت عاشقانه است که والدی مهرآمیز عشقی را که حقیقتاً نسبت به نوزادش احساس می کند آشکار می سازد. والدین در کوچکترین اعمالی که انجام می دهند عشق خود را نمایان می سازند. از شیر دادن شبانه و نیمه شبانه گرفته تا کهنه عوض کردن یا مراقبت از کودک بیمار یا منظم کردن بی‌نظمی های او با تسکین دادن کودک وقتی که آسیب می‌بیند. بعداً والدین
با حرمت به نیاز کودک برای استقلال رأی و آموزش به او تا خودش مراقبت خیشتن را یاد بگیرد از او پرستاری می کنند. این امر مستلزم زمان و صبر و عشق افزونتر است. در این مورد حوصله و شکیبایی و عطوفت بیشتری باید به خرج داد. همان گونه که ضرب المثل چینی می گوید اگر به انسان یک ماهی بدهید خوراک یک روزش را داده اید، اما اگر به او ماهیگیری بیاموزید خوراک یک عمر او را داده اید. پدری و مادری کردن سالم یعنی این که بدانید چه وقت ببخشید و کمک کنید و چه وقت ندهید یا مشوق استقلال او باشید. از آنجایی که کهن الگوی والد مهرآمیز به وفور نعمت و فراوانی ارتباط دارد، کودکی که به طرزی مهرآمیز هدایت شده که چگونه از خود مراقبت کند، خصایل والد مهرآمیز را در خود پرورش می دهد و کامل می کند. چنین کودکی با اتصال مستقیم به همه صفات و خصوصیات الهی زمین یا الهی مادر بزرگ می شود و رشد می کند. والد سالم به هنگام بازی با کودکش عشق خود را نشان می دهد. والد با وجد ناشی از با هم بودن نشان می دهد که کودکش را به همان شکلی که هست پذیراست. این ابداً بدان معنا نیست که والد هر گونه رفتاری را به او اجازه می دهد. این به این معناست که کودک به عنوان کودکی با ارزش پذیرفته می شود. یعنی یکتایی او در همان مراحل رشد و تکامل، نه وقتی که بزرگتر یا بلندتر یا باهوشتر شد، مورد پذیرش بی قید و شرط قرار می گیرد. بسیاری از شاگردان و مراجعانم گفتند که ابراز محبت و توجه به دیگران بسیار آسان است، ولی وقتی نوبت به خودشان می رسد این ابراز محبت و توجه یا حتی مراقبت از خیشتن را شاق و دشوار می‌یابند. یک عمر به ما گفتند که خودخواه نباشیم، دیگران را بر خود مقدم قرار دهیم و آنچه را که داریم با دیگران تسهیم و تقسیم کنیم. قانون طلایی را به طور معکوس به ما آموختند. قانون طلایی می‌گوید دیگران را همچون خیشتن دوست بدار، ولی بخش همچون خیشتن معمولاً نادیده گرفته می شود. تناقض اینجاست که کسی که چندان علاقه‌ای به خود ندارد یا به اندازه کافی به خودش توجه نمی کند، چیز زیادی هم برای پیشکش به دیگران ندارد، نه نیروی و نه شوق و شوقی و نه عشقی. بدیهیست اگر همه توانایی های پرستاری و مراقبت خود را به بهای حسب مراقبت از خیشتن بر دیگران متمرکز کنیم، روابط الزام‌آور و برابستگی‌زا می‌آفریند. همانطور که گفته شد، هر کس مسئول رفاه و آسایش کودک درون خیش است. وقتی مراقبت از کودک درون دیگران را به عهده می‌گیریم، کودک درون خودمان را مورد غفلت قرار می‌دهیم. آنگاه بیشتر اوقات احساس خستگی و اضطراب می‌کنیم. توجه به نیازهای کودک درون خیش آغاز پدری و مادری کردن و پرستاری راستین از اوست. یافتن والد مهرآمیز درون
و توجه روزانه نرم و مهرامیزش به سوی درون نخستین گام برای شفای کودک درون خیش است. ایجاد اعتماد. اگر والد نکوهشگر ما حاکم بوده باشد، شاید به هنگام آغاز فرایند پدری و مادری مجدد برای کودک درونمان احساس کنیم که سر ستیزه‌جویی دارد. اگر عادت نکرده باشیم که از کودک درونمان پرستاری و مراقبت کنیم، شاید مدتی طول بکشد تا به ما اعتماد کند. وقتی با صدای بزرگسال یا بالغ درونمان او را مخاطب قرار می دهیم و به او می گوییم که می خواهیم با او دوست باشیم، شاید کودک درونمان زنین یا وحشت زده یا خشمگین شود. شاید هم اصلا نپذیرد که صحبت کند. یکی از راه‌های شگفت برای جلب اعتماد کودک درونمان نوشتن نامه‌ای به قصد عذرخواهی از اوست. در این نامه اقرار می‌کنیم آن گونه که او دوست داشته او را مورد توجه و مراقبت قرار نداده ایم. تمرین بعد نوشتن پوزش‌نامه‌ای برای مواقعی است که کودک درونمان را مورد غفلت قرار داده یا او را وادار به انجام کاری کرده ایم که مورد علاقه‌اش نبوده است. وانگهی فرصتی است تا قصدمان را برای تغییر رفتارمان نسبت به او اعلام کنیم. هدف از نوشتن این پوزش‌نامه آفرینش فضای اعتماد و آغاز رابطه‌ای مهرآمیز میان والد و کودک درون است. پوزشنامه. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ. با دستی که بر آن تسلط دارید، پوزشنامه‌ای برای کودک درونتان بنویسید. از او برای مواقعی که حالت انتقادی شدید و آمرانه یا بی‌صبرانه داشته اید، یا مواقعی که نیازهایش را مورد غفلت قرار داده و نادیده گرفته اید، طلب عفو و بخشایش کنید. به کودک درونتان بگویید که دارید یاد میگیرید به شیوه بهتری از او مراقبت کنید و از او تشکر کنید که احساسها و نیازهایش را با شما در میان گذاشته است. برای کودک درونم: کودک عزیزم، سرانجام باید به تو بگویم که واقعا دوستت دارم. اگر آنچه را که از جانب من نیاز داشتی نستاندی، صمیمانه از این بابت متاسفم. حال می دانم که این امر تا چه اندازه تو را آزرده است. شاید اگر توضیح دهم که چرا امور تا کنون به این شکل پیش رفته است، اندکی از رنج تو بکاهد. پاسخش ساده است: نمی‌دانستم که تو را نادیده گرفتم. اخیراً متوجه شدم شیوهی که با آن بزرگ شدم سالم نبوده است. این شیوه پرستاری و مراقبت را از والدینم آموخته بودم. فکر می کردم شیوه های هنجار و سالمی هستند. در نتیجه با تو به همان شکلی رفتار کردم که والدینم با من رفتار می کردن. از امروز می کوشم این دوره باطل را پایان بخشم. با اقدام‌های هوشیارانه و مثبت بر توانایی‌هایم می‌افزایم تا بتوانم بیشتر دوستت بدارم، بهتر از تو مراقبت کنم و بیشتر عشقم را به تو نشان دهم.
امیدوارم عدم آگاهی پیشین مرا ببخشی و اجازه دهی به جرفای زمیر تو راه یابم، به آنجا که می توانیم با هم بازی و رشد کنیم و عشقمان به یکدیگر را با هم تسهیم کنیم. والد مهرامیز تو. نامه دیگر. کودک درون عزیزم، دیشب حس عجیبی به من دست داد. حس کردم آنطور که باید و شاید با تو تماس ندارم، در حالی که نقش تو در زندگیم بسیار مهم است. بنابراین سعی می کنم از این پس بیشتر با تو در تماس باشم. مراقبت از تو مهمترین وظیفه است که در زندگی بر عهده دارم. تو هدیه‌ای برای این سیاره هستی و من از طریق عشق ورزیدن و حمایت از تو به تو کمک می کنم تا عشقت را با جهان تسهیم کنی. صمیمانه متاسفم که در سالهای گذشته تو را نادیده گرفتم. از این پس وقت و پولم را صرف مراقبت از تو خواهم کرد. کلمات قادر نیستند به تو بگویند که تا چه اندازه برایم عزیز هستی. می دانم که بسیار خردمندی و برایت حرمت فراوان قائلم و می خواهم در کنارم احساس امنیت کنی. راه دیگر برای جلب اعتماد کودک درونتان نوشتن نامه عاشقانه به اوست. این شیوه بسیار مؤثر و سودمند است، به ویژه برای کسانی که در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته یا به شدت نادیده گرفته شده‌اند. افرادی که در کودکی پرستاری و مراقبت لازم را نستاندند، آنها اغلب در بزرگسالی پدری و مادری مجدد برای خیشتن را وظیفه شاق و دشوار می‌یابند. مثلا می‌پرسند عملا باید چه کار کنم؟ در اینجا نیز مثل همه جا عشق پاسخ همه پرسش هاست. عشق خود را نثار کودک درونتان کنید. اصولاً گشایش دل زمانی اتفاق می افتد که به کودک درون اجازه بدهیم که صحبت کند. آن کودک طبیعی و با احساس و خودانگیخته دوست داشتنی است و شناخت راستین او یعنی عشق ورزیدن به او. پس اکنون فرصت را برای ابراز عشق به کودکی که از طریق گفتگوهای پیشین خود کشف کرده اید مقتنم شمارید. این نامه عاشقانه هم می تواند کودک درونتان را شفا بخشد و هم خودتان را شفا بخشد. نامه عاشقانه برای کودک درون. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. با دستی که بر آن تسلط دارید بگذارید والد مهرامیز درونتان برای کودک درونتان نامی عاشقانه بنویسد. همه ویژگی های یکتا و منحصر به فرد کودک درونتان را مورد تحسین قرار دهید و به او بگویید که تا چه اندازه دوستش دارید. به کودک درونتان بگویید که برای مراقبت بهتر از او چه می کنید و قصد دارید که در آینده چه کارهایی برایش بکنید. 2. اگر در زندگی شخصی را می شناسید که در کنارش احساس امنیت می کنید، از او بخواهید که نامه‌تان را به صدای بلند برای کودک درونتان بخواند. آنگاه شاید بخواهید احساسی را که از دریافت این پیام عاشقانه تجربه کرده اید با کودک درونتان در میان بگذارید. 3. تصویر والد مهرامیز درونتان را
در حال توجه و مراقبت از کودک درونتان بکشید. این تصویر را جایی بگذارید که اغلب اوقات بتوانید آن را ببینید. یکی از شرکت کنندگان در کلاسم نامه عاشقانه زیر را برای کودک درونش نوشته است. کودک درون شیرین تر از عسل من، تو دخترک بسیار باهوش و قشنگ و پر انرژی و شاد و خندانی هستی. متاسفم که وقتی بچه بودی به تو اجازه داده نشد که احساساتت را ابراز کنی و آنچه را که میخواهی بگویی همانطور که میدانی مدت هاست که سعی کردم تو را آزاد کنم. سعی کردم با دقت به تو گوش کنم. آنچه میخواهی بدانی این است که میخواهم به تو توجه کنم. میخواهم به من کمک کنی تا بدانم که چرا دوست دارم و چرا دوست ندارم و همیشه با من باشی و بدانی که دوستت دارم. با کلمات نمیتوان کودک درون را فریب داد، زیرا او عمل را باور میکند نه حرف را. هرگاه به او قولی بدهیم و عهد شکنی کنیم بسیار آزرده خاطر میشود و اگر این امر پی در پی رخ دهد، کودک درون با یک دنیا خشم و انزجار پنهان می شود. در جهان بیرون نیز با رعایت توافقهایی که به عمل آوردیم، احترام و اعتبار ایجاد می کنیم. در عالم درونی پدر و مادری کردن برای کودک درون نیز به همین شیوه اعتماد به وجود می آید. برای ایجاد رابطه‌ای سرشار از اعتماد لازم است از کودک درونمان بپرسیم به چه نیاز دارد. با گوش سپردن و آنگاه به طرزی شایسته و مناسب پاسخگو بودن، عملاً به کودک درونمان نشان می‌دهیم که متعهدانه و مسئولانه آنچرا که می‌گوییم اجرا می‌کنیم. اگر می‌بینید نمی‌توانید با کودک درونتان خوشقول باشید و به وعده هایی که به او می دهید وفا کنید، به یک گروه پشتیبانی بپیوندید. هدفتان را که پدری و مادری کردن مجدد برای کودک درونتان است، با اعضای گروه در میان بگذارید و از آنها کمک بطلبید. شرکت در جلسات هفتگی گروه پشتیبانی که مبتنی بر اصول درست تشکیل و اداره می شود، می تواند معجزات چشمگیری بیافریند. وقتی با کودک درونمان رابطه‌ای مهرآمیز را پرورش می دهیم، نیازمان برای یافتن جانشین‌هایی در عالم بیرون کاهش می یابد. یعنی دیگر توقع نخواهیم داشت که اعضای خانواده یا دوستان یا سایر آشنایان برایمان نقش والد مهرآمیز را ایفا کنند و به این ترتیب از الگوهای وابستگی رهایی می‌یابیم. مراقبت از کودک درون. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی و تقویم شخصی. 1. از کودک درونتان بپرسید که در این زمان از زندگیتان به چه نوع مراقبت نیاز دارد. بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارد پاسخ دهد. بکوشید پاسخهای کودک درونتان روشن و کاملا مشخص باشد. مثلا شاید کودک درونتان بنویسد: میخواهم هر روز صبح کنار ساحل قدم بزنم. 2. با دستی که بر آن تسلط دارید به طور روشن و مشخص برای کودک درونتان بنویسید که در پاسخ به درخواستهایش چگونه از او مراقبت خواهید کرد. 3. پاسخها را در تقویم شخصی خود بنویسید تا آنها را از یاد نبرید. آنها را در زندگی روزانه تان بگنجانید و به آنها عمل کنید. مثلا دوشنبه غروب ماساژ می گیرم.
چهارشنبه ظهر نهار را در پارک می خورم. پنجشنبه صبح پیش از رفتن سر کار به دوچرخه سواری می روم. جمعه صبح فقط استراحت می کنم. به ظرفشویی و لباسشویی و سایر کارهای خانه نمی پردازم. چهار، با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر والد مهرامیز و کودک درونتان را در حال انجام یکی از کارهای فهرستتان بکشید. شخص مهرامیز، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. یک، به شخصی بیاندیشید که در زمانی از زندگیتان احساس کرده بودید که مورد محبت و مراقبت او قرار گرفته اید. شاید این شخص همسر، پدر، مادر یا یکی از خویشاوندان یا همسایه یا دوست یا حتی آموزگار یا حتی یک درمانگر بوده باشد. دو، از کودک درونتان بخواهید که تصویر شما و این شخص را بکشد. زمانی را نشان دهید که احساس می کردید مورد محبت و توجه این شخص قرار گرفته اید. تصویر را با دستی بکشید که بر آن تسلط ندارید. 3. گفتگویی را بنویسید، بگذارید کودک درونتان بنویسد که از دریافت آن عشق و محبت و مراقبت چه احساسی داشته است. با دستی که بر آن تسلط دارید بگذارید شخص مهرامیز بگوید که ایثار عشق و محبت چه احساسی در او به وجود آورده است. 4. اگر در این هنگام چیزی شما را می آزارد بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارد برایتان بنویسد که چه چیز ناراحتتان کرده است. آنگاه بگذارید شخص مهرامیز گذشته ها پاسخ گوید. ابراز عشق به کودک خشمگین درون. دوست داشتن یا پذیرش کودک خشمگین درون برایمان بسیار دشوار است. اگرچه والد مهرامیز به آسانی از عهده این کار برمی آید. پس از دستیابی به والد مهرامیز درون، ابراز عشق و محبت به همه جنبه ها و حالات کودک درونمان آسان‌تر می شود. کودک غمگین، کودک آزار دیده، کودک خوشحال، کودک بازیگوش و یا کودک خشمگین کاملا طبیعی است که در طول گفتگوی نوشتاری کودک درون عواطفی گوناگون را ابراز کند. ویژگی آرامش بخش و باثبات والد درون به کودک اجازه می دهد که حتی وقتی عصبانی از خودش باشد. ابراز خشم به شیوهی امن به کودک امکان می دهد که به سوی سایر احساسات حرکت کند. بیعت پیش از تولد. این موضوعی است که اخیراً توجه بعضی از افراد را به خود جلب کرده است. ارتباط عاطفی با موجودی که در فرایند ورود به حیات در این سیاره است. نخستین تجربه‌ام زمانی رخ داد که دریافتم در انتظار اولین فرزندم هستم. وقتی از مطب پزشک به خانه برمیگشتم شعری سرودم. بعداً این شعر را بر روی تصویر بزرگ دیواری که کشیدم نوشتم و آن را به دیوار زدم. تو کیستی که مرا مادر خواهی خواند و تاج افتخاری را بر سرم خواهی نهاد که به عشق دلبسته است. احساس اتصال ژرف با موجودی را به خاطر می آورم که مرا در این زندگی به عنوان مادرش انتخاب کرده بود.
اینکه فرزندم مرا به عنوان مادرش انتخاب کرده بود برایم آرمانی تازه بود. همواره گله و شکایت افراد را شنیده بودم که به پدر و مادرشان می گفتند من که نخواسته بودم به دنیا بیایم. اما با سرودن آن شعر گویی به شکلی می دانستم که برگزیده شده ام و از این برگزیده شدن احساس غرور و افتخار می کردم و به این موجود زنده که در راه بود متصل شده بودم. 27 سال بعد کوچکترین دخترم نخستین فرزندش را آبستن شد. در این فکر که داشتم مادر بزرگ می شدم می خواستم بدانم نوه‌ام به چه دلیل می خواهد به این جهان گام بگذارد. با دستی که بر آن تسلط داشتم سوالم را نوشتم و با دستی که بر آن تسلط نداشتم کودک پاسخ داد: می آیم تا با خودم عشق بیاورم. و الحق چنین هم کرد. چون خودم صاحب دو فرزند بودم می دانم که زنده نگاه داشتن کودک درون خیشتن در حالی که می خواهید در جهان بیرون پدر یا مادری مسئول باشید اغلب دشوار است. اما این کودک درونمان است که موجب می شود در نقش والدین فرزندانمان را عمیقا درک کنیم و با آنها هم نوا شویم. پس اگر پدر یا مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هستید می توانید با استفاده از فنون و شیوه های این کتاب از کودک درونتان مراقبت کنید، زیرا این کار به مصلحت اطرافیان شما هم هست. هوشیاری با دستی که بر آن تسلط دارید واکنش‌های خود را درباره والد مهرامیز بنویسید. بدون هیچ انتقاد یا تجزیه و تحلیل هر کاری را که کرده اید مورد بازنگری قرار دهید. به اختصار بنویسید که در تصاویری که کشیدید و در گفتگوهایی که نوشتید چه رخ داد؟ چه نکاتی را کشف کردید؟ آیا پی بردید که والد مهرامیز درونتان در زندگی روزانه‌تان فعال است؟ در کدام یک از اوضاع و شرایط او را فعال می‌بینید؟ کودک درونتان در کدام زمینه به شدت نیازمند والد مهرامیز درونتان است؟ 6. بیدار کردن والد حمایتگر درون. برخلاف خزندگان که از بد به تولد قادر به دفاع کامل از خیشتنند، ما انسانها به تنهایی نمی توانیم دوران نوزادی و کودکی را تاب آوریم. نیاز داریم به ما غذا بدهند، پوشاک بپوشانند و سرپناهی در اختیارمان بگذارند. نیاز داریم هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی مورد پرستاری و مراقبت و حمایت قرار گیریم. کودک درون نیز همین گونه است. در فصل پیشین به رابطه سرشار از مهر و محبت میان والد مهرامیز و کودک درون پی بردیم. اما پدر و مادری کردن بدون حمایت ناقص است. تصویر کهن الگوی حمایت به خدمت فرهنگ بشر است. این تصویر را در افراد قبایلی می‌بینیم که پیرامون قلمروی خیش خطی می‌کشند یا نشانه‌ای می‌گذارند و از این طریق خطه خود را از تهاجم بیگانگان حفظ می‌کنند. غریزه حمایتگرانه در ابتدایی‌ترین نقاشی‌های غارها به صورت انسانهایی که به قدرت هیبت‌انگیز حیوانها می‌نگرند مشاهده می‌شود. ادبیات فولکلور و مذهبی اقوام و ملتی را با قهرمانهایی نشان می‌دهد که پیروزی آنها به فعال ساختن نیروهای حمایتگرانه
بیرونی و درونی بسته است با بیدار کردن حمایت خدایان همراه با پرورش شهامت درون. این انسانها قهرمان شدند و از آسیب پذیری وضعیت بشری فرا رفتند. در درون همه ما حمایتگری وجود دارد که بقای ما را تضمین می کند. در روانشناسی جدید این حمایتگر به اسامی گوناگون خوانده شده است. فروید آن را من متعالی نامیده است. یونگ آن را پرسونا و اخیراً تجزیه و تحلیل رفتار متقابل آن را والد خوانده است. آخرین نامی که به آن دادند حامی و حمایتگر و کنترل کننده است. اگر این حمایتگر درونی وجود نداشت، کسی نمی توانست پس از دوران کودکی بقا یابد. اگرچه ممکن است این حمایتگر بعداً در زندگی بزرگسالانه به تخریب خیشتن بپردازد. شاید آنچه در کودکی به عنوان استراتژی بقا سودمند و مؤثر بوده، در زندگی فرد بالغ مخرب و آسیب رساننده باشد. مثلا وقتی کودکی ناگزیر است با والدینی ناهنجار یا خشن کنار بیاید، شاید خیشتن حمایتگرش مجبور باشد که کودک درون را پنهان کند. شاید ناگزیر باشد که پیرامون خود دیواری تدافعی بکشد یا حتی بعداً احساسات کودک درون را با مواد مخدر یا رفتاری وسواس‌آمیز یا بیماری بی‌حس کند. همه این شیوه های تغییر حال موجب می شوند که احساسات کودک درون از خود شخص و دیگران پنهان بماند. حمایتگر درون محافظ یا نگهبانی است که کارش حفظ بقای آدمی است. با سنجیدن قوانین و قواعد محیط ما را مسئول و امن نگاه می دارد. حمایتگر درون در محدوده مجاز خانواده و فرهنگ عمل می کند. از کودکی می آموزد چه چیز از چشم کسانی که برایش اهمیت دارند مقبول است و چه چیز نامقبول، یا اینکه چه چیز به مشکل، مجازات یا عدم تأیید یا طرد شدن و غیره می انجامد. حمایتگر می کوشد محیط را کنترل کند تا احساس ناتوانی یا ناتوان به نظر رسیدن را برطرف کند. والد حمایتگر یکی از جنبه‌های روان آدمی جستجوی آسایش کودک درون است. وجهی که آن را والد حمایتگر خواندم و نباید با من متعالی فروید یا سایر معادل‌ها و مشابه‌ها اشتباه گرفته شود. والد حمایتگر حامی و مدافع حقوق کودک درون است. با سطح امنیت کودک درون هم نوا می شود و امنیت یا احساس تهدید او را در می یابد و نیازش به حمایت را حس می کند. والد حمایتگر حد و مرزهایی را تعیین می کند و با کسانی سر و کار دارد که عمدن یا سهواً این حد و مرزها را نادیده می گیرند. و هنگامی که کودک درون در معرض آزار دیدن یا طرد شدن قرار دارد، امور جهان بیرون را بر عهده می گیرد. برای اینکه والد حمایتگر بتواند از امنیت کودک درون مراقبت کند، باید با نیازهای راستین او در تماس باشد. به این دلیل پرورش رابطه مهرآمیز میان والد درون و کودک درون که در فصل پیشین مورد بحث قرار گرفت بسیار مهم است. والد مهرآمیز با ملایمت و تفاهم و عطوفت و شفقت فضای امن به وجود می آورد تا کودک درون بتواند با احساسات و نیازهایش
به طور صادقانه کنار بیاید و آنها را بیان کند. اما والد حمایتگر است که از جانب کودک درون برمیخیزد تا موضع یا اقامه‌اش را به جهان اعلام کند. اگر والد حمایتگر از نیازهای کودک درون آگاه نباشد، نمیتواند کارش را انجام دهد، نمیتواند او را حمایت کند، از رابطه‌ای مخرب او را برهاند یا در صورت لزوم از حق او دفاع کند. پرورش والد حمایتگر برای افرادی که در روابطی مخرب قرار دارند امری اساسی است. حمایت از خیشتن، ایجاد احساس امنیت در کودک درونمان نخستین وظیفه ماست، به ویژه زنانی که به نحوی مورد سوء استفاده قرار گرفتند نیاز به نمونه یا نمادی از مراقبت و حمایت دارند. به همین دلیل زنان حتما باید بیاموزند که با والد حمایتگر درون خیش تماس داشته باشند. در غیر این صورت دیگر بار به موقعیت آزارنده باز می‌گردند و کودک درونشان را در معرض خطر و خشونت و آزار قرار می‌دهند. پدر و مادری کردن مجدد برای کودک درون شیوهی قدرتمند برای مردان و زنان است و هر دو را از چنگ روابط مخرب می‌رهاند. والد حمایتگر مبارزی درونی است، مصمم و متمرکز و هدفجو و هدایت شده، فعال و غیر شخصی، و کارش را که حمایت و مراقبت از کودک درون است به خوبی انجام می‌دهد. برخلاف جنبه حمایتگر کنترل کننده که ممکن است به راه‌های پیشین بقا که نیازهای کودک درون را نادیده می‌گیرد بازگردد، والد حمایتگر همواره می‌پرسد آیا این وضعیت یا این رابطه به عالی‌ترین خیر و صلاح کودک درونم هست یا نه. والد حمایتگر خیشتن دروغین را که نیازهای راستین کودک درون را نادیده می‌گیرد باور ندارد. از آنجایی که ندای والد حمایتگر غیر شخصی و عاری از احساسات لطیف یا شاعرانه است، اغلب خودخواهی خوانده می‌شود. حال آنکه صرفاً ندای خیشتن دوستی است و باید چنین باشد، چرا که کارش تضمین امنیت و تمامیت کودک درون است، زیرا می‌خواهد کودک درون خودش باشد و می‌خواهد که کودک درون در میان اعضای خانواده درون شخصیت‌های فرعی وجود انسان که هر یک نیاز و ندای خود را داراست جایگاه بر حق خیش را داشته باشد. والد حمایتگر فضایی امن به وجود می آورد تا کودک درون دیده شود و صدایش شنیده شود، یعنی کمک می کند تا نخست خودمان او را ببینیم و صدایش را بشنویم و آنگاه دیگران. والد حمایتگر درونمان نیروی قدرتمند است که به شیوهی مناسب و سزاوار از ما حمایت می کند و ما را از اتکای وابستگیزا می رهاند. ماهیت غیر عاطفی این ندای درونی یا شخصیت فرعی به ما اجازه می دهد که به طرزی محکم به افرادی که می کوشند ما را کنترل کنند و یا به بازی بگیرند نبگوییم. والد حمایتگر از نظر عاطفی به سوی آن دسته از مشکلات افراد که خودشان باید راه حل آنها را پیدا کنند کشیده نمی شود. به شیوهی وسواس‌آمیز و نیازمندانه نمی شتابد تا دیگران را نجات دهد. به عکس در خدمت کودک درون خیشتن به جا می ماند و او را از آسیب و آثار مسئول نگاه می دارد و مورد حمایت قرار می دهد. وقوف از حد و مرزهایمان
از وظایف والد حمایتگر سالم است. برای کسانی که در خانواده های ناهنجار بزرگ شدند، تعیین حد و مرز مسئله اساسی است. این امر درباره افرادی که والدین یا پرستاران آنها بیش از اندازه حمایتگر یا کنترل کننده بودند نیز صدق می کند. همچنین درباره کسانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته یا وانهاده شدند. والدینی که بیش از اندازه حمایتگرند، زیرا این پوشش که نیت و قصدشان حفظ منافع فرزندانشان است، همچون هلیکوپترهای مراقبت بالای سر فرزندانشان پرواز می کنند و او را زیر نظر می گیرند یا فرزندشان را زیر فشار توقعات و انتظاراتشان خرد می کنند. مردی که در یکی از کلاس هایم شرکت داشت گفته بود: مادرم مثل پتو روی سرم افتاده بود و مدام مرا زیر نظر می گرفت و در زندگیم مداخله می کرد. والدینی که بیش از اندازه حمایتگرند، خود صاحب کودک درونی وانهاده و وحشت زده اند. دنیا را از پشت عینک ترس و وسواس خطرهای واقعی یا خیالی می بینند. ثمره‌اش فضای استراب و احتیاط در خانه است. چنین والدینی هیچگاه از گوشزد خطرهایی که در گوشه و کنار کمین کردن باز نمی ایستند. از کاه کوه می سازند و در کودک تنش مزمن ایجاد می کنند. این حمایت سالم نیست، کنترل کردن است و معمولاً در کودک انقیاد و افسردگی، عصیان شدید یا الگوی احساس مسئولیت مفرد ایجاد می کند، به شکلی که کودک از والد خیش مراقبت می کند. فرزندان والدینی که بیش از اندازه حمایتگرند، چه بسا به میزان کودکانی که مورد غفلت یا حتی خشونت جسمانی قرار می گیرند، رنج ببرند. این کودکان بدون اینکه توانایی تعیین حد و مرز آنها پرورش یابد بزرگ می شوند. بدون حرمت به زندگی خصوصی و خلوت و فاصله مورد نیازشان بلعیده می شوند. شاید ستیز جویانه زره بپوشند تا از هجوم به زندگی شخصی خود دفاع کنند. طبیعتاً لازم است این افراد حمایت مورد نیازشان را در درون خیشتن بیابند. در غیر این صورت باید یک عمر را صرف جستجوی کسی کنند تا نقش والد حمایتگرشان را به عهده بگیرد و حتی اگر این شخص هم پیدا شود، آنها باید برای این امر بهایی گزاف بپردازند، یعنی در نقش قربانی درمانده باقی بمانند و هیچگاه به ریشه احساسات و نهاد ماندن و تهی بودن خود پی نبرند. حمایت از کودک درون در دوره شفا. وقتی به پدری و مادری کردن مجدد برای خیشتن می پردازید، شاید بخواهید نظام پشتیبانی از خود را بگسترید. شاید بخواهید به شبافای فردی بپردازید یا به گروهی بپیوندید. اکنون در سراسر دنیا انواع و اقسام گروه‌های پشتیبانی وجود دارد. اگر شما احساس می کنید به کمک مشاور یا درمانگر یا شرکت در یک کلاس نیاز دارید، نخست یقین حاصل کنید که کودک آسیب پذیر درونتان در کنار آن مشاور یا درمانگر یا میان افراد آن گروه احساس امنیت خواهد کرد. از کجا بدانید که کودک آسیب پذیر درونتان در آنجا احساس امنیت می کند؟ پاسخش ساده است. از خودش بپرسید. از طریق گفتگوی نوشتاری با دست راست و دست چپ این سوال را از کودک درونتان بپرسید. با کودک درونتان مشورت کنید. از او بپرسید درباره آن درمانگر یا مشاور خاص، درباره شیوه‌ای که از آن
کلاس یا مشاور یا درمانگر یا گروه پشتیبانی به کار می‌برد چه احساسی دارد؟ در مورد مراجعه به هر گونه کلاس یا معلم یا گروه پشتیبانی به شما هشدار می‌دهم تا نخست اعتبار راستین و تجربه و انطباق گفتار و کردار هر کس را که می‌خواهید از او یاری بجویید نسنجیده اید به آنها مراجعه نکنید. رفتار غیر اخلاقی از جانب معلمان و درمانگران و پزشکان امری غیر متداول نیست. این را از آن جهت نمی گویم که حرفه پزشکی یا روانکاوی را بی اعتبار کنم یا شما را بترسانم، اما چون شخصا مشاور مردان و زنانی بودم که از نظر جسمی یا عاطفی مورد سوء استفاده درمانگر خود قرار گرفته بودند، پیشنهاد می کنم که اگر کودک آسیب پذیر درونتان حساس و شکننده است، مراقب باشید که سهواً یا عمدن مورد استفاده قرار نگیرید. معلمان و شفادهندگان انسانند و بدبختانه گاه خودشان بیش از هر کس نیاز به تعلیم و شفا دارند. مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های مشهور آمریکا و اروپا ابداً نشانه آن نیست که این افراد خود موجوداتی شفایافتند. نخست از سایر متخصصانی که مورد اعتمادتان هستند درباره آنها سوال کنید. با افرادی که این گونه درمان را پشت سر گذاشتند صحبت کنید و نظرشان را درباره درمانگر یا مشاور خود بپرسید. ضمناً رابطه جنسی میان معلم و شاگرد یا درمانگر و مراجع به هیچ وجه مجاز نیست و تجاوز به کودک درون شاگرد یا مراجع محسوب می شود. این مسئولیت معلم یا مشاور یا درمانگر است که فاصله لازم و حد و مرز اخلاقی میان خودش و مراجع را حفظ کند. به هر حال وظیفه شاگرد یا مراجع نیز هست که در درون خیش والد حمایتگری قدرتمند را پرورش دهد تا در گروه پشتیبانی یا هر گونه کلاس یا موقعیت کودک آسیب پذیر درونش صدمه نبیند و زیر فشار قرار نگیرد، زیرا میان تشویق و تهدید تفاوتی فاحش وجود دارد. مادامی که کودک درونتان از حضور والدی نیرومند و مهرآمیز و حمایتگر در درونمان اطمینان حاصل نکند، نمی تواند همه احساسات و نیازهایش را بیان کند. کودک درون ما نیاز دارد بداند که ما او را وا نمی نهیم و به دست امواج سهمگین رودخانه یا ارعاب دیگران نمی سپاریم. کشیدن تصویر والد حمایتگر خود. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماجیک های رنگی. تصویر والد حمایتگر و کودک درونتان را بکشید. در تصویرتان والد حمایتگر را در حال حمایت کودک درونتان از آزار و فشار دنیای خارج نشان دهید. این تصویر را با دستی که بر آن تسلط دارید بکشید. گفتگو با والد حمایتگر درون. 1. گفتگویی را بنویسید که کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید به شما میگوید در کدام زمینه‌های زندگیتان نیاز به حمایت دارد. از کودک درونتان بخواهید که نیازش را بسیار دقیق و روشن توضیح دهد تا بهتر بتوانید به او خدمت کنید. کودک درون یکی از شاگردانم نوشت: وقتی رئیس تو با خشونت حرف می زند ناراحت می شوم. احساس ناخوشایندی به من دست می دهد. دوست ندارم یک نفر مرا احمق بخواند. به نظر من اشکالی ندارد که آدم اشتباه کند و به اشتباه خودش اعتراف کند، ولی در هر صورت خوشم نمی آید که یک نفر با من
با خشونت حرف بزند. می خواهم این را به رئیست بگویی، چون او حق این کار را ندارد. اگر این دفعه این کار را بکند، من هم اعتصاب می کنم، مریض می شوم و سر کار نمی روم. واقعا این کار را می کنم. 2. پس از گفتگو با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر والد حمایتگر و کودک درونتان را بکشید. در تصویر والد حمایتگر را در حال انجام یکی از خواسته‌ها یا نیازهای کودک درونتان نشان دهید. والد حمایتگر برای برآوردن نیازهای کودک درونتان چه میگوید یا چه میکند؟ والد حمایتگر، ایفای نقش. ایفای نقش یکی از فنون درمانی است. گشتالت تراپی که فریتز پلرز آن را بنا نهاد نیز عبارت از گفتگویی است که مراجع هم نقش خود و هم نقش سایر افراد یا ارکان زندگیش را ایفا می کند. اگر این ایفای نقش در کناری شخصی عام و مورد اعتماد انجام پذیرد، بسیار مؤثر است. چنانچه قبلا از گفتیم، بهتر است بار نخست با هدایت مشاورتان به آن بپردازید. اما اگر این تمرین را قبلا انجام داده اید، می توانید آن را به گفتگوی نوشتاری زیر بیامیزید. حتما برای اجرای نقش یاری امر را انتخاب کنید، کسی که شما را مورد انتقاد یا داوری قرار ندهد. اجرای نقش: به وضعیت یا موقعیتی در زندگیتان بیاندیشید که کودک درونتان در آن زمینه به حمایت نیاز دارد. شاید نیاز به حمایت در رابطه نامطلوب یا یکی از اعضای خانواده، یک همسایه یا همکار یا رئیس یا صاحب خانه یا هر کس دیگر باشد. این وضعیت یا رابطه را برای یاری که قرار است نقش مقابل را ایفا کند توضیح دهید. به هنگام اجرای نقش، شما نقش خودتان را در این وضعیت اجرا می کنید. از یارتان بخواهید که نقش فردی را ایفا کند که کودک درونتان جویای حمایت در برابر اوست. از بد به تاریخ انسان‌ها سمبول‌ها و نمادهایی را ساختند که مظاهر قدرت و حمایت بودند، شاید به شکل طلسم یا تعویزی که به گردن می‌آویختند یا به پیش سینه پیراهن یا به گیزوان خود می‌زدند یا به شکلی با خود حمل می کردن، یا نمادهایی به صورت تندیس ها و مجسمه های بزرگ که به صدر امارت نصب می کردن. این سمبول ها و نمادها در هنر و معماری همه فرهنگ ها به چشم می خورد. البته این نماد به صورت رقص های آیینی هم نشان داده شده است. یافتن تعویض شخصی می تواند یادآور مؤثری برای حمایت از کودک درونمان باشد. نمادهای حمایت، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط ندارید، بگذارید کودک درونتان تصویر نمادین برای حمایت بکشد. هر تصویری که به نظر خودتان نمایانگر است، خانمی یکی از شرکت کنندگان در کلاسم تصویر حلزونی را کشید که در مقابل مشاهده می کنید. سایر افراد تصاویری از قارها، لانه ها، حباب های شفاف، حیوان ها، کوه ها، صخره ها، درخت ها، سپرهای سهرامیز و سایر چیزها را کشیدند. آنچه مهم است این که کودک درونتان نماد مختصر به فرد
و یکتای حمایت خیشتن را بیابد. 2. همچنان با دستی که بر آن تسلط ندارید از کودک درونتان بخواهید که درباره نوع حمایتی که از آن تصاویر انتظار دارید بنویسد. ویژگی های تصویر زاییده تخیل خلاق کودک درون است. بدیهی است که آن ویژگی های خاص در این زمان خاص حائز اهمیت بسیارند. بگذارید کودک درونتان درباره ویژگی های آن تصویر مفصلاً برایتان بنویسد. 3. این تصویر یا نماد را به صورت تمثیلی برای تمرکز به هنگام مراقبه یا مواقعی که نیاز به بیدار کردن حمایتگر درونتان دارید به کار ببرید. تصویری که می‌بینید و نوشته زیر آن توسط کودک درون خانمی که در یکی از سمینارهایم شرکت داشت با دست غیر مسلط او کشیده شده است. آنچه از حمایتگرم می خواهم به من کمک کنی تا احساس کنم که در آبها شناورم، ولی می خواهم کمکم کنی که غرق نشوم. از تو این خرد و فرزانگی را می خواهم تا حس کنم که چه موقع در خطرم. از تو می خواهم کمکم کنی تا حد و مرزهایی را تعیین کنم، اما در این حال انعطاف پذیر باشم. میخواهم وقتی در معرض خطرم مرا در ژرف‌ترین زوایای خود پنهان کنی و به هیچ کس نگویی که کجا هستم. میخواهم به تو اعتماد داشته باشم و مطمئن باشم که همیشه در دسترس هستی و همیشه از من حمایت میکنی. طلب حمایت از اقتدار برتر. موضوع حمایت را می توان در همه ادیان و سنن معنوی مشاهده کرد. بارزترین نمونه‌اش این آیه کتاب مقدس است که ما را از پلیدی مصون بدار. معمولاً انسان به هنگام دعا در برابر مخاطرات دنیا حمایت الهی می طلبد، اگرچه می تواند این دعا را نیز بیفزاید که این گرایش بر او غالب نشود که از مسئولیت شخصی خود بپرهیزد. یکی از بهترین راه‌های تماس و اتصال با اقتدار برتر خویش مراقبه و دعا است. آنچه اهمیت دارد تجربه اقتدار برتر در درون خیش است. از طریق این تجربه می توان به احساس وصل رسید، یگانگی با همه موجودات و آگاهی وحدت. در این حالت گویی بخش گمشده وجودتان را یافته اید. قدرتی که هرگاه به آن نیاز داشته باشید در دسترس است. کافی است این اقتدار درونی را فرا خوانید و مطمئن باشید که در درون خودتان است و پاسخ خواهد داد. بعضی به این قدرت ضمیر برتر میگویند. خودم به عنوان ضمیر درون یا خیشتن خیش از آن یاد میکنم. به هر حال نقش این اقتدار شفای کودک درون است. هوشیاری با دستی که بر آن تسلط دارید، اندیشه ها و احساساتی را که درباره والد حمایتگر درونتان دارید بنویسید. تجربه هایی را که به هنگام انجام تمرین ها داشتید بنویسید. آیا توانستید والد حمایتگرتان را در زندگیتان بیدار و نمایان سازید؟ کی و کجا؟ چه اتفاقی افتاد؟